خدا تعرف نکنی، نه قبله خدبانه. البته چه در برتکی من یه چیزی حضور انبار شما اعلام میکنم که این کره و پنیدی که داریم میل میکنی کره همه هست خواهش میکنم، دست شما درد نکنه، واقعا خوشمزه بود. همه ها چراغ این خونه، خدا کنه که هیچ خانه بی چراغ نمانه. لحی امین. البته آقا نوری کار شما چراغ گذاشته، ماشاءالله چراغانی کردین خانه. با مزه گو من فریم. کمال همنشینی در من اثر کرد آقا نوری. بله. نیمروی زردقاتی کی دوست داره؟ نیمروی زردقاتی کسی نمخواد؟ یه ذره قاطی شده حیفه. اگه کسی نمخواد میدی بشه؟ بله بخواد. دست درد نکنم. حیف زردش قاطی شده بسید. از قدیم گفتن مرغی که زردش را میره باید انداختش تو دیگ، به درد تخم گذاری نمیخوره. نه مرغه بی تقصیره، من تا آمدم تخم مرغه بشکنم تو مایتابه یه ذره دستم لرزید، ببخشید. فدای سرت، غیرتت اجازه نمیده، من نه همه میدانم زو باید استراحت کنم. قربان دستت روژان جان، به خدا اصلا راضی به زحمتت نبودیم عزیزم. نه خواهش میکنم، کاری نکنم. ماشالله بچت هم که پسره. واقعا؟ از کجا میدانی؟ معلومه، نگاه بکن بیشتر وزنت انداختی سمت چپت. خب الان چی؟ الان دختر بفهمه. در صورتی که اگه نهار مرغ باشه باید پیاز زیادی بزنیم تا بوی ذوق میشه بگیره. نه کره پیاز شیرینش میکنه، کی آشپزی میکنه تا بشش بگم. شما دو تا چو دارچین به دروغ زیاد نمینازی تو آبگش، به خدا انگار 5 کیلو پیاز زدی بشش. چاش دستم در نکنه. البته ما خیلی دوست داشتیم که حدوداً یکی دو هفته دیگه در خدمت شما باشیم، از شما پذیرایی بکنیم، خیلی لذت میبریم از این کار. ولی متاسفانه با توجه به غیب شدن داماد بنده دیگه بعید میدونم، خیلی بعیده که دیگه مراسم عروسی اینجا برگزار بشه. به هر حال همین که با حضورتون به ما و خانواده داماد جناب اتکی عزیز قوت قلب دادین باعث مزید امتنان است، همین که افتخار دادین این صبحانه رو با هم دیگه خوردیم بسیار بسیار سپاسگزاریم. دست شما درد نکنه انشالله که بعدها. بله های نوری جان، یه ترکمن یه ضرب المثل هست میگه آتش بدون دود نمیشه، جوان هم بدون اشتباه. نوری جان رامون دوره، یه روز و نیم طول کشیده تا بیاییم اینجا، خدا رو خوش میاد. اگه فردا پس فردا داماد بیاد دوباره باید برگردیم؟ خیالتان راحت باشه، ما تازه امروز میخوایم بریم پیش پلیس. حداقل یه هفته طول میکشه تا تیکای پازل این ماجرای کنار هم بچینن. یه هفته چیزه، یه هفته خود چیزی نیست. آقا من یه پسردایی داشتم گم شد، بعد ما 25 سال منتظر ماندیم تا این پیدا بشه. 25 سال؟ آره والا. بعد کل اون 25 سال شما اونجا تشتی؟ آقا نوری شما خودت داغ دیده تنها میذارن؟ نه والا. کار میکنی دخترم؟ نه این چه کاری آخه؟ همه چی اونجا چه خبره؟ بله بابا گیان دارم قالیچه اتاقمه میشونم. بابا که الان وقت قالیچه شستن نیست که ترم بر نمیخوره. خب باشه فعلا کف مالیش میکنم بعدا دوباره آب میریزم. ای بریک الله بابا گیان. بفرما. ببخشید بفرمایید. بچه بفرما، خواهش میکنم بفرما. دختر من الان به لحاظ روحی روانی خیلی به هم ریخته. الان از صبح شده همینجوری در خانه رو میشوره و میسابه و با توجه به این شرایط، یعنی این چیزی که میبینم، بنده شخصا به شما ها امضا میدم که به احتمال 90 تا 45 سال آینده تو این خانه دیگه مراسم عروسی برگزار نخواهد شد. انشاءالله دیگه بعدها هم دیگه رو میبینیم دیگه. های نوری یک ضرب المثل هست که میگه آتش بدون توت نمیشه، جوان هم بدون اشتباه. باز هم شرمنده از بابت فریدی. متوجه شدم. بله آقا نوری شرمنده، ببخشید میشه بگین این ظرف پنیر شارژ بکنن؟ یه جفت چشای کورم رو نکن پنیر رو تق 203 شارژ کن. دست به دست بده بده. ببخشید من سر و مغزم خیلی درد گرفته، اصلا سرم داره میترکه. ببخشید من یه 20 دقیقه برم برای اینکه برگردم به شرایط عادی و حالا عادی، بعد استراحت بکنم. الله برکت بده. قربان اولم، سلامت اولم، سلامت اولم. یشکیان. خدا بگیر. بیام. یه دن استامینوفن به من بدی من خودم. ای بابا داشتیم تمام شد. ای یشکیان. خودی دن جلوفن به من بدی. اونم معیار برای کمر دردش خورد آخرش. مفنم بکسی تری؟ نه؟ ایبوپروفن؟ نه. تیزایدین؟
دوست داری بابا سر که خدا نکنه بابا خوبه دیدن همی تیلی تیلیم بده قلن اونم نداره نمیدونم چیه تا من سرم درد میگیره تو این خانه فوری قحطی مسکن میاد با اجازه ببخشید با اجازه خدا سر خوب بابا الان میام یه چیزی بشت میدم که ما خواست پنیر شارژ بشه گفتم که ما خواست پنیر شارژ بشه